بریا افشین همکارم از مقابل پارلمان بریتانیا در لندن همراه من شده تا در همین رابطه گفتگو کنیم. بریا، فکر میکنی که چرا این جلسه توجه ها رو جلب کرد؟ باید بگم این ممکنه یک بحران داخلی در سیاست بریتانیا به نظر برسه که شاید هم ریشه داره توی یک اختلاف شخصی دو نفر، اما میتونه عناصری داره که میتونه توجه جهانی رو به خودش جلب کنه. میتونه یک نمایش سیاسی باشه. فردی که روزگار یار و یاور نخست وزیر بوده، حالا خنجر انتقادها رو گرفته، از روبرو حمله کرده. دومینیک کامینگز مردیه که یک نابغه سیاسی در بریتانیا شناخته میشه. درسته که محبوب نیست، اما خیلی ها او رو چهره کلیدی پشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میدونن، پشت اون کارزار موفق، و همچنین او رو فردی کلیدی در بروی کار آوردن بوریس جانسن میدونن، و کسی که در سال اول نخست وزیر بوریس جانسن سایه مرموزش همواره پشت سر او بوده. اما به شکلی غیر منتظره پاییز سال گذشته او خانه شماره 10 رو ترک کرد و از حالا و از اون موقع به بعد تبدیل شده به یک منتقد بسیار سرسخت. خصوصا اشاره داره به بی‌تفاوتی نخست وزیر، وزرا او و معاونینش که نسبت به اقداماتی که کردن به نظر او با تأخیر بوده، با تعلل بوده و جدی نگرفتن همه‌گیری کووید 19 رو. همین جلسه رو پشت سر من در این ساختمون که یک ساعت پیش آغاز کردن او این گونه شروع کرد، معذرت خواهی کرد و گفتش که همه معاونین، همه وزرا و کل دولت روی مردم رو زمین انداختن وقتی که بهشون احتیاج داشتن، و ما انتظار داریم که تا دو ساعت دیگه یه چیزی شبیه بمب خبری هم او بگنجونه در صحبت‌هاش. بردیا، اون چه که در این جلسه مطرح میشه و صحبتهایی که گفته میشه به نظرت میتونه تأثیر در فضای سیاسی بریتانیا بذاره؟ فضای سیاسی بریتانیا بیش از یک دهه است که بسیار دو قطبیه و فصل مشترک این دو قطب همینجوری باریکتر و باریکتر میشه. مخالفین بوریس جانسن نخست وزیر موضعشون تغییر نخواهد کرد، میگن که اون چیزی که دومینیک کامینگز خواهد گفت اون چیزی که پیشتر میدونستن، و مدافعین و طرفداران بوریس جانسن مطمئنا به او وقی نمینهند، چون که میدونیم دومینیک کامینگز درجه محبوبیتش خیلی بالا نیست و توی نظرسنجی اخیر نشون داده شده که تنها 18% افراد بریتانیایی بهش باور دارن، بهش میتونن اعتماد کنن، اما مطمئنا میتونه در بدنه کابینه تغییراتی رو به وجود بیاره. زمینی که مسائلی که او مطرح میکنه میتونه برای دولت بریتانیا، برای ناظرین و برای جهانیان اهمیت داشته باشه که دولت‌ها چطوری میتونن در واقع ناکام باشن برای مقابل همه‌گیری. زمینی که این تاکید کنم، سازمان جهانی بهداشت همواره تاکید کرده، خصوصا تاکیدش به کشورهای ثروتمند این بوده که مسئله همه‌گیری و کنترلش رو یک مسئله ملی سیاسی نبینن، و به نظر میرسه اون چیزی که اینجا داره گفته میشه نشون داده میشه که بریتانیا مسئله خیلی داخلی دیده، خیلی سیاسی دیده. حالا خیلی‌ها شاید فراموش کرده باشن که بریتانیا یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تلفات رو داده، اما به نظر میرسه کارزار واکسیناسیون موفق بوده، افکار عمومی به نفع حزب حاکم چرخیده، و خب حالا آیا این حزب حاکم که داره واکسیناسیون رو موفق انجام میده میتونه واکسن های مازادش رو بخواد به کشورهای دیگه اهدا کنه؟ شاید نکنه، بخواد برای موفقیتش در انتخابات بعدی به این روند خودش ادامه بده. ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم از مقابل پارلمان بریتانیا در لندن.